اما آشنایی بیشتر با یکی از متهمان فراری این پرونده. ماجرای مرجان شیخ الاسلامی آل آقا بیشتر از همه باید برای جناح‌ها و فعالان سیاسی و مسئولان وابسته به این جناح‌ها عبرت آموز باشد. این متهم در انتخابات مجلس ششم به عنوان عضو جبهه اصلاح طلب مشارکت نامزد و وارد لیست انتخاباتی مجلس می شود. این فرد عضو تحریریه یک روزنامه اصلاح طلب نیز بوده است. شیخ الاسلامی بعد از استفاده کامل از مزایای متصل بودن به یک جناح سیاسی در مجلس هشتم تغییر لباس سیاسی می دهند و نامزده اصولگرایان می شود. متهم البته در همه این سالها مشغول بستن قراردادهای پرآبونان با دستگاه ها است و در سایه رانت اطلاعاتی و نزدیکی سیاسی با این و آن جناح چندین و چند شرکت اقتصادی ایجاد می کند. پرده آخر ماجرا فرار از ایران با پول هنگفت ملت و ازدواج با یکی از چهره های شناخته شده ضد انقلاب است. این نیست که اینا 6 میلیارد یورو رو تصاحب کردن گذاشتن تو جیبشون. اینا در تسویه این 6 میلیارد یورو از ریال یا برخلاف مقررات یا منشأ ارز داخلی استفاده کردن. که حالا بحث تحریم بوده آقای حمزه لو، شما حداقل می اومدی موافقت اونها، مجوز از اونها می گرفتی که این وجود داره به حساب من واریز میشه. اگرم گرفتی خب ارائه بدید. نمیدونم موافقت هیئت مدیره عرض میکنم وجود نداشته. بعد حالا این مسئله مطرح شده، این بهانه شده برای گرفتن تابعیت اروپا برای ایشون و خانوادهشون. در مورد منافع حاصل از سود تأخیر در تسویه حساب‌ها توضیح داده نشده. بالاخره وجوه کلانی بوده، تو این حساب‌های شخصی وجود داشته یه مدت طولانی، بعضا با تأخیر هم تسویه می‌شده.